بسم الله الرحمن الرحیم درود بر تمام دوستان عزیز و مهمتنان گرامی یک موضوع خیلی کوتاه یادآوری میکنم و وی است که اقاب ها بعد گذشتاندن سی سال عمرشان برای دوباره سی سال زیستنشان چند مسئله را باید روی مد نظر بگیرن اول اینکه که اقاب ها میرن به یک سکوی بلند کوشش میکنن که منقار خود بشکنانن وقتی منقار خود مشکنانن بعد میاین ناخنهای خود مشکنانن و بعد منتظری میشینن سالهای زی... البته ماهای زیاد که دوباره یا من منقار بدست بیارن و یا هم چنگال بدست بیارن این بار با چنگال منقار درست تری قوی تری سی سال دیگر میتونن زندگی بکنن ایتیاد به مواد مخدر درد بسیار وحشتناکی است که با تاسف مردم زیادی در افغانستان به این مشکل سردوچار هستند من به خارج از کشور رفته بودم از آقای اقدوس سپاسگزار هستم که در راستای بردن من به خارج از افغانستان هم کاری کرده بودند از تمام دوستان خود سپاسگزار هستم با تاسف زمانی که من برای تداوی بودم خبر شدم که لمر خلیله به شهادت رساندن قابل یادآوری میدانم که به همین زودی ها یک مستند در مورد آقای لمر خلیل من نشر میکنم که نشان میده این چی ابر مرد بزرگ بود یک موضوعی از اینجا مستقیما با آدرس مافیا میگم مافیا با کشتن لمر خلیل پیروز نشدین یک بار دیگه بزدلیتان نمایان شد با شهادت لمر خلیل استواری راستقامتی و مبارزه علی مواد مخدر پابرجاست و مزدورانتان و عجیرانتان که امروز با شما همکاری میکنن اینا همه روزگاری بر پوزایشان خواهند خورد این یک مسئله مسئله بعدی را من یادآوری میکنم دوستای عزیز ترک ایتیاد یک پروسه بسیار طولانی مدت است من تنها از شیشه استفاده میکردم ترک ایتیاد روزهای زیادی را شما باید در بستری از ریاضت سپری بکنین من به تازگی از بستر ریاضت به خانه خود برگشتیم من روزهای متمادی را در فنکس سپری میکردم فنکس یکی از جاهایی است که اگر در خانواده کسی معتاد است یا اگر شما در ایتیاد روی آوردین فنکس مثل فنکس دیروز نیست فنکس یا شفخانه 1500 بستر ابن سینا که در بخش مواد مخدر کار میکنن مثل شفخانه دیروزش نیست حالا تغییر کرده آلا نسل پاک به جامعه عرضه داشته در فنکس ما یک جوان برومندی را میشناسیم به نام لالا ببرک که سلام ها و درودها بر ببرک باد او در پنجمین سال از پاکی خودش بسر میبرم در فنکس داریم یک نفر به نام استاد عفیظ که با آ آ آ آ آ آ آ آ چیف یا سرباشی تمام آشپزاست که در پنجمین سال پاکیش به سر درود و بر, بر فنکس مردان بسیار بزرگواری داریم در زمان آقای فیروزدین فیروز و در زمان وزرای دیگر صحت فنکس یک قالب داشت یک چهره داشت اما در زمان آقای مجرو جوان برومند ما آقای وعید مجرو سرپرست وزارت فن... وزارت صحت افغانستان فنکس یک چهره دیگری برای خود گرفته حالا با بسیار سربلندی پری روز بخش شبه تازه ایجاد شد که با این شعبه شما میتونید که در بخش کسانی که متاد هستند بدیل وارد شوم و در حقیقت اونا با خوردن چند قطره از میتادون میتونن که راحت وارد اجتماع شوند و راحت زندگی بکنن این سنتر و این بخش و بخش آجلی که در شفاخانه 1500 بستر ابن سینا فعلا جریان داره در زبان آقای وعید مشروع افتتاح شد یکی از مصروفترین بخش های در شفاخانه هایی که در سطح افغانستان است همین است و این نمایانگر عزیز که ما گام های استوارتری را می گذاریم به طرف بهبود شبای این ما در بخش‌های زندگی که از طریق این صفحه خود وارد خواد شدم ای را براتان می گم که چرا من چندین ما را در تداوی سپری کردم ای به این معنی نیست که شما یک بار از شفاخانه بیرون میشین و پاک میمونین نه پاکی است که انگیزه در داخلتان ایجاد میشه و بعد میآین و ماهای متمادی را در اینجا سپری میکنین دوستای عزیز وزارت صحت افغانستان در طول تاریخ فعالیتاش که از زمانی که من میشناسم در زمان آقای فاطمی یک دروغ پراگنی کردن و دوستا میفهمن او وقت من در تلویزیون نورین کار میکردم ویروس AH5N5 و در زمان آقای فاطمی بسیار به گسترده نشر و پخش کرد و من نمیفهم در این قبال چی منفعتی داشت و بعد ما به اثبات رساندیم که AH5N5 اصلا در افغانستان وارد نشده بود و بعد در زمان آقای فیروز هم کارهای صورت گرفت من امیدوار هستم که در زمان آقای وعید مجروع در بخش معتادان به مواد مخدر کار برجسته صورت بگیره و ما بتانیم که یک موج وسیع از دوست اونجا بستر بکنیم و یک موج پاک پاک از مواد مخدر بیرون بتیم دوستان عزیز من یک بار در حضور همه دوستان ها آمدم. و نشان میتونم اینکه که روزی که را به فنکس برده بودن استاده شده نمیتونستم استعمال میتونم که دوباره به شبکه های اجتماعی بیایم و در این صفحه دست کم 300 هزار نفری که رزمندگان است در اینجا استاده شده با شما صحبت بکنم روزهای بعدی و گامهای بعدی که ما در دنیای پاک به پیش میروم با شما در جریان خواهم گذاشت از آقای وحید مجروس پاسگزار است و من سرپرستی وزارت سعد در روزی که افتتاح این بخش بود ما به مسابقه یکی از بیماران شفا یافته اونجا صحبت میکردم عرفای بسیار بزرگوار در نشانی ما فرمودن و این در حقیقت یک موتاد قدرت می که یکی از برجستترین رجال حکومتی افغانستان در قبال یک معتاد که تا دیروز در پلها بود امروز صحبت میکنم ما امروز اعتماد به نفس و انرژی بیشتری پیدا کردیم و امیدوار هستم که در آینده ما بتانیم که یک دریچه خوبی را در بخش تبلیغ بر ما بیبودی و از زندگی پاکی را به پیش ببریم از تمام دوستان عزیز سپاسمندم شبهای آینده بخشای, آینده بخشای جدیدتری را امرای دوستان صحبت خواد کردم به امید افغانستان آری از مواد مخدر